قدی نه کوتاه نه بلند، چهره همیشه گشوده به لبخند، تحریشی که چندان بلند نمی شد و سیبیلی همیشه کوتاه. وقتی با اندامی ورزشی گره می خورد، چهره خاص او را در ذهن تداعی می کرد. چهره خندان و دوست داشتنیه، بنیانگذار توپخانه سپاه و یگان موشکی آن، حسن تهرانی مقدم. دور دست ها را می دید و روزهای نیامده را. آینده را بخشی از امروزش می دانست و مراقب بود که مبادا فردا بیاید و ما حسرت کارهای نکرده امروزمان را بخوریم. مبادا دشمن دشمنی کند و ما از پیش آمادگی نداشته باشیم. نگاهی که ایشون نسبت به مسائل دفاعی و امنیتی داشت، باعث عرض کنم که اون همواره نگاه به آینده داشت و قدرت آینده نگری و حل مشکلات دفاعی و هجومی نیروهای مسلح در رابطه با تهدیداتی که در آینده برای جمهوری اسلامی قابل تصور بود، این قدرت پیشبینی، این قدرت آینده نگری و دوم قدرت سازماندهی و توان شناسایی نیروهای خوشفکر، مهندسین جوان و هماهنگی و استفاده از همه دستگاه‌ها، از وزارت سپاه پاسداران گرفته بعداً وزارت دفاع گرفته، در زمان جنگ استفاده از تخصص‌های مراکز آموزشی سایر نیروهای مسلح گرفته. کارهای زمین مانده را بیشتر می‌دید تا آنهایی که به سرانجام رسانده. آرام و قرار نداشت. دلی بزرگ داشت و توکلی بزرگتر که نمی‌گذاشت خسته بشود و کم بیاورد. صبر می‌کرد تا کارهای ساده‌تر را دیگران بردارند. آنهایی که زمین میماند و یا کسی امیدی به انجامشان نداشت را به عهده میگرفت. کارهایی که دیگران میگفتند نشدنی است. کارهای سختی را که میگفتیم که آیا اصلا آقا این کار شدنی نیست، میگفت با توکل بر خدا، اصلا نه و نشدن و نتوانستن در وجود و ذات ایشون نبود. بسیار انسان سازگاری بود با آدم‌های مختلف، از قشرهای مختلف، متخصصین مختلف. خب کارشون مثلا در بوده موجکیم احتیاج داشت که با دانشگاهی‌ها، با غیر دانشگاهی‌ها، با چون بوده موشکی یک تخصص چند جانبه است، چه در بخش خود تحریزی موتور موشک‌ها، چه در بخش سوخت، چه در بخش بکارگیری یعنی طراحی و ساخت. دوروبرش پر بود از آدم‌هایی با عقاید و خلق و خوهای مختلف. برایش فرقی نداشت این از وزارت دفاع آمده، آن یکی از دانشگاه و آن دوتا از ارتش و سپاه. جمعشان کرده بود و سنگ صبورشان شده بود تا کارهای موشکی زمین نماند. مستاقی از این آیه شریفه بود که فعضا فرخت فنسب، یعنی وقتی از یک کاری فارغ می شد کار دیگری را شروع می کرد، رنج دیگری را، تلاش دیگری را، مجاهدت یک دیگری را. روحیات ایشون از سال 60 تا سال 90 که به شهادت رسید زیاد تفاوت می کرد. این تلاش، این یک موجود کاملا اکتیو، یک موجود فعال، یک موجودی که از صبح علی طلوع تا آخر شب دائم به فکر تلاش و کار
و کاملا با نشاط، با روحیه. با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا. اولین بار او را حسن باقری کشف و به دیگر فرمانده ها معرفی کرده بود. جوان 21 دو ساله و با استعدادی که سراغ کارهای سخت آمده بود. تأسیس توپخانه کار سختی بود. تعداد توپ‌ها محدود، گلوله‌ها محدودتر و از همه بدتر این که آن روزها کمتر رزمنده‌ای حاضر بود در توپخانه کار کند. الله اکبر. خیلی ها فکر می‌کردن فقط اسلحه به دست گرفتن و به خط دشمن زدن یعنی جهاد. حسن تهرانی مقدم این کار سخت زمین مانده را برداشت، شد اولین فرمانده توپخانه سپاه. وقتی این نیروها خواستن 60 کیلومتر پیشروی در عمق دشمن بکنن، دیگه این برد خمپاره ما مثلا 8 کیلومتر بود، 9 کیلومتر بود، دیگه نمی‌رسید که این نیروهای ما که 60 کیلومتر پیشروی می‌کنن براشون پشتیبانی آتش بکنه، یعنی برای این نیروهای پیاده‌ای که میرن. به نتیجه رسیدیم که بایستی توپخانه تشکیل بدیم و هم برد دور توپخانه، مثلا توپخانه از بالای 12-13 کیلومتر، مثلا توپخانه 105 میلیمتری حدود مثلا 12-13 کیلومتر 15 کیلومتر بردش، یا توپخانه 122 میلیمتری حدود 17، یا توپخانه 130 میلیمتری حدود 27 کیلومتر، یا کاتیوشا که 40 تا لوله هست کنار هم دیگه بالای 25 کیلومتر برد داره. پس این عملیات ما چون در عمق دشمن انجام میشد و احتیاج به حجم آتش پشتیبان برای نیروهای رزمنده و استفاده از آتش برای به هم ریختن سازمان دشمن، وقتی ما عملیات انجام میدادیم دشمن پاتک میکرد برای به ما، برای که ما آرایش دشمن را به هم بریزیم احتیاج داشتیم که یه آتش پشتیبان دشمن قبل از که به خط مقدم برسه به اون خاکریزی که نیروهای ما، باید اون دشمن را از عمق مورد اصابت توپخانه، چه حالا با خودرو میمد چه پیاده میمد، این آتش پشتیبان این نقش رو داشت که سازماندهی دشمن را به هم میریخت. ضرورت ایجاد توپخانه دیگه از سال 61 دیگه مسلم شد. طولی نکشید که توپخانه را افتاد و همه رزمنده هایی که در خط مقدم می جنگیدند پی برده بودند که چقدر قدرتمندتر شدند. چطور می توانند با آتش توپخانه مسیر پیش رویشان را راحت تر طی کنند؟ همین شد که از تهرانی مقدم خواستند برای هر لشکر یک واحد جمع جور توپخانه را بیندازند، نیروهایشان را آموزش بدهد و کمکشان کند که روی پای خودشان بایست. فروردین سال 61 عملیات فتح المبین، بیش از 100 قبضه توپخانه از ارتش عراق غنیمت گرفتیم و ما آتش دور، آتش مثلا تا عمق مثلا 20 کیلومتری کم داشتیم. اولین حکم فرماندهی توپخانه را خود من برای ایشون چی کردم و ایشون رفت اول رفت سراغ بچه های توپخانه لشکر امام حسین، چون لشکر امام حسین بیشتر از همه توپخانه داشت، برادری بود به اسم اعتصامی و از ایشون خواست که بیاد مثلا همکاری بکنه. بعد هم رفت سراغ سردار حسن شفیزاده که این رسته بود و سردار یعقوب زهدی، یعنی یک ترکیب از کسانی که هم علم توپخانه را داشتن و هم قبضه های توپخانه را داشتن. یعنی ایشون جوری کرد که به همه لشکرها گفت اگر شما مثلا 5 قبضه هم توپخانه، اونم توپخانه هایی
با چیزهای مختلف، مثلا از توپخانه مثلا 122 میلیمتری که عراقی بود تا توپخانه 130 میلیمتری، برای هر لشکری هم التما اول تیپ داشتیم بعد لشکر. گفت همون توپخانه را ما نیروات آموزش میدیم، فقط شما چند نفر پاسدار به ما بدید ما اینا را آموزش بدیم. مرکز آموزش هم خود جبهه گذاشت، نهایتا تو اهواز میدن. بعدن همیشون به من پیشنهاد داد که ما باید یه مرکز توپخانه، که بعدن تبدیل شد به دانشکده توپخانه و با پیشنهاد ایشون ما مرکز آموزش توپخانه در اصفهان راه اندازی کردیم. سال 61 سال پیروزی های بزرگ بود، سال 2 عملیات بزرگ. در فتح المبین منطقه وسیعی آزاد شد و غنیمت های بسیاری به دست رزمندگان افتاد و در بیت المقدس هم خرمشهر تنها حاصل صدام تا آن روز پس گرفته شد. صدام برای جبران این شکست ها جغرافیای جنگ را تغییر داد و دستور موشکباران شهرهای مهم ایران را صادر کرد.